امروز 4 ژانویه است. گفتم خدمتتون باشم چند دقیقه، این کتابو دارم نگاه میکنم. قبلا بهتون نشون دادم، جالبیش اینه که صفحه 31ش یه حرف جالبی میزنه، میگه نمیتونید فقط قانون اساسی آمریکا رو نگاه بکنید، یا مثلا مقاله های فدرالیست یا حرفایی که توی کنوانسیون فیلادلفیا زده شد که الگوی فدرالیسم رو 100% بفهمید. به دلیل اینکه این یه چیزیه که بده بسون توش شد، خب کامپرومایز بود و وقتی بخونید یه اشاره میکنه ولی الگوی 100% بهتون نمیده. تقریبا حرفش درسته، برای اینه که من از روز اولی که شروع کردم در خدمتتون راجع به این مقاله فدرالیست صحبت کردن، اولین حرفی که زدم اینا رو گفتم که هرچی بگن اینا حروف الهی نیست، چون صحبتهایی رو که توی کنوانسیون میکردن همین آقای مدیسون و همیلتون یه مقداری فرق داره با این صحبتهایی که تو مقاله فدرالیست کردن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اول اونجا یه سری تئوری داشتن، با اینکه خیلی آدمای با تجربه بودن، ولی مجبور بودن با کسای دیگه از ایالتهای دیگه، از حتی از قسمتهای مختلف ایالت خودشون یه بده بستونی بکنن، یه موافقت سیاسی بکنن که یواش یواش قانون اساسی رو بنویسن. اون حساب این چیز همیشه در حال بسته و برای اینه که من میگم بایست این تمدن آمریکا و رشد فدرالیزم رو نگاه بکنیم، ببینیم چجوری عوض شد، متمم‌های قانون اساسی روش چه اثری گذاشت. مثلا اون متمم مهم 14 قانون اساسی بعد از جنگ داخلیشون چجوری این فدرالیزم رو شکل داد. من قبلا یه جایی گفتم آمریکایی‌ها فکر میکنن انقلابشون 1783 تموم شد، یعنی وقتی که پیمان صلح با انگلیس بستن. من میگم نه، در حقیقت یادم بخواد نگاه بکنه انقلابشون رو بعد از جنگ داخلیشون تموم شد که دیگه راست و ریست و این کسافتکاری که کرده بودن و مسئله بردهداری رو ندیده گرفتن، یا حداقل فکر کردن که همینجوری پوچ میشه اگه کاری راجبش نکنن. دقیقا مرحله اول انقلاب آمریکا درست بعد از جنگ داخلی آمریکا به پایان رسید و واقعا آمریکا رو هم که بخواید نگاه بکنید، آمریکا از بعد از سال 1965 شد یه دموکراسی به این معنی که ما الان استفاده میکنیم. خانم‌ها تقریبا برابر با آقایان، نژادهای مختلف حداقل از نظر قانونی برابر هستن، افراد نژادهای مختلف، افراد ادیان مختلف. بگذاریم که الان هنوز کوتاهی‌های زیادی توش اتفاق میافته، ولی حداقل از نظر قانونی از سال 1965 بود که آمریکا شد یه دموکراسی به معنی الان. حساب گفتم که در خدمتتون بگم که این تمدن آمریکا رو آدم مطالعه کردن خیلی جالبه، و فقط این تمدن حواستون نباشه، کتابای تاریخ و کتابای علوم سیاسی و اینا نیست. قسمت مهمش ادبیات، قسمت مهمش در رابطه با دینه، چجوری آیا این ادیان چه اثری روی فرهنگ مملکت گذاشتن، این نویسنده ها چه اثری
مثبت یا منفی با این دید دینی بهشون وارد شد و این رو چجوری در کارهای خودشون جلوه دادن. گفتم مثلا کسای بزرگی شبیه ثورو و امرسون و ملویل و اون نویسنده های بزرگ آمریکا، اونا قسمتی از تمدن آمریکا هن. اونا رو اصلا نمیشه ندیده گرفت، خیلی مهمن. این تمام نویسنده های بزرگ، تمام نکات مختلف فرهنگی این آمریکا رو باید در نظر بگیرن. حالا بعدا بیشتر خدمتتون خواهیم بود.